بسم الله الرحمن الرحیم، درود و سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستیم با یک قسمت دیگه از برنامه منشور. اگر که به خاطر داشته باشید، این قسمت قبل ما موضوع ولایت و فقاهت و حکومت که ترکیب ایناست در واقع رو بررسی کردیم و اینکه چگونه ممکن هست که یک حکم ولایت یا فقاهت تبدیل بشه به حاکمی که با بهره گرفتن از این تقدس نهفته در این در مذهب تشیع وصل بشه به حکومت و بتونه حکومت داری بکنه. مشکلاتی که امروزه در واقع جامعه ایران هم باش درگیر هست، دولت هایی که در ایران روی کار میان همیشه یک درگیری مستمر با شخصیتی که خود رهبر هست و حکم ولایت فقیهی داره و تنش هایی که بین این دو بخش در واقع وجود میاد، بین رأیی که مردم میدند با تمام ضعف هایی که داره و رأیی که یک نفر بدون اراده مردم در مرجع در منصبی قرار گرفته به اسم منصب ولایت فقیه و میتونه رأی دولت و رأی خیلی ها رو زیر سوال ببره. این تنش ایجاد شده که امروز خیلی هم داغ هست موضوع بحث ما بود. هفته گذشته با حضور استاد زهرابی و دکتر زیبا کلام بحث رو به جایی در واقع پیش بردیم که به رسیدیم به اینکه چگونه این مسیر تاریخی در واقع این روند به ولایت فقیهی رسید. اگر موافق باشید گذری داشته باشیم بر آنچه که در هفته گذشته دیدیم و در واقع مبحث رو بعد از اون دنبال بکنیم. خلاصه ای از قسمت قبل رو با هم میبینیم. خب نمیدونم، امیدوارم که مشکل فنیش حل بشه این میان برنامه بتونیم موضوع رو چیز بکنیم. نمیدونم، اتاق فرمان به من اعلام بفرماین. بله، خب ظاهرا اگر ممکن هست، چون میان برنامه دیگه هم هست اونو اگر براتون امکان داره اتاق فرمان تغییرش بدن. این دارن میگن فرمتی که آماده شده اشکال پیدا کرده. ارسلام دارم خدمتتون های زهرابی، ببخشید بابت هم تاخیر 10 دقیقه‌ای که بنده مقصرش بودم، هم بابت این اشکالی که الان هست و امیدوارم که حل بشه. اگر که آقا سخنی داشته باشید. بله، الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله وعلی آله و صحبه و من والا. بنده ارسلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و عرض ارادت خدمت جناب عالی. سلام علیکم ورحمت الله. من با توجه که الان در واقع این میان برنامه آماده نشد و ما نتونستیم متاسفانه خلاصه این بخش رو ببینیم که مروری داشته می داشتیم بر این مسئله، یک اتفاق دیگه‌ای که متاسفانه من حالا هم به بینندگان عزیز اعلام بکنم و هم استاد زهرابی، اینه که با توجه به اینکه دکتر زیبا کلام قول قطعی ما داده بودند که در این برنامه حضور داشته باشند، ولی بعد از اون دیگه نتونستیم. ما بعد از برنامه من باشون در تماس بودم و موافقت کرده بودن که توی برنامه شرکت بکنند، اما از ابتدای هفته که بنده هماهنگی کردم برای این قضیه متاسفانه امکان ارتباط با ایشون برقرار ممکن نبود و نتونستم من تماس بگیرم. از راه‌های مختلف هم پیام فرستادم اما ظاهرا بهشون نرسیده یا نتونستن. آرزوی سلامتی داریم، امیدواریم که هیچ مشکلی برایشون پیش نیومده باشه و باز هم اگر دوستان اتاق فرمان پیگیر هستن که اگر ممکن شد ارتباط بگیرن و توی برنامه حضور داشته باشند. اما متاسفانه تا الان که تقریبا حضورشون منتفی است و متاسفانه ما نمیتونیم از صحبتاشون بهره مند باشیم توی این برنامه.
آنچه که هفته قبل بهش رسیدیم از مجموع آنچه که در واقع در گفتگوی سه نفر اتفاق افتاد در این میزی گرد برنامه منشور این بود که ولایت و حکومت ولایت یک بار تقدسی که در واقع تشیع بهش میده بر اساس اتفاقاتی است که بعد از وفات رسول الله علیه السلام میفته. شیعه معتقد به این هست که این حقی است بوده بر حقی بوده حق در واقع الهی و نسی که از جانب پروردگار تعیین شده حضرت علی و ایشون باید امام میشد و 12 امام رو در واقع با توجه به اینکه هیچ کدومشون به حکومت نمیرسند اما همواره معتقد بر این بودند که اصل حکومت مرتبط هست به ولایت و باید کسی که حکومت میکنه از جانب خداوند انتخاب میشده باشه و کسی که حکومتی غیر از این باشه اون حکومت غاصب هست. اما همونطور که دکتر زیبا کلام گفت و در واقع چون ایشون هم تخصصشون در این موضوع هست هرگز هیچ کدوم از این امام ها حتی اعلام نکردن که حق ما بوده و ازمون گرفته شده و یا این کسی که الان بر حکومت نشسته غاصب است بریم باش بجنگیم یا درگیر بشیم یا حکومت رو ساقط بکنیم و حکومت رو بگیریم. این تعهد حکومتی رو بلاز حکومت در واقع سیاسی هرگز هیچ کدوم از ائمه 11 گانه تشیع هیچ کدومشون نه اعلام کردن نه درخواست داشتن خودشون و نه هیچ وقت این رو بر علیه دیگری دستور بر شورش دادن یا مثلا گرفتن حکومت تا زمان اینکه این موضوع میرسه به امام 12 و امام 12 غایب میشه. عملا این دو چرخی حکومت با توجه به اینکه امام 12 غایب هست دیگه چرخی حکومت کاملا از مذهب تشیع خارج میشه چون دیگه امامی نیست که حکومت بکنه تا اینکه به دوره صفویه میرسه. اینجور که دکتر زیبا کلام در توضیحشون گفتن در دوره صفویه یک تاکتیکی به خرج میده در واقع پادشاهان صفوی و اینکه یک نفر رو حکومت رو با موافقت علمای تشیع حکومت به دست میگیرن، یعنی میگن اگر علما موافقت بکنن ما میتونیم حاکم باشیم زیر نظر فقهای تشیع. این اتفاق در دوران قاجار تبدیل میشه به سلطان در واقع اسلام. حکمای سلاطین قاجار به رأی علمای تشیع تبدیل میشن به سلاطین اسلام که این سلاطین اسلامی مخالفت باهاشون مخالفت با اسلام هست در واقع. بله. و به همین خاطر هم حتی جنبش مشروطیت هم مورد لعن آیت الله شیخ فضل الله نوری میشه و اینکه اگر کسی اینایی که دارن میخوان مشروطه میخوان در واقع دموکراسی برقرار بکنن اینا دارن علیه سلاطین اسلام میجنگند و این حرام هست، این لعنت میکنه در واقع این قضیه. تا اینجا رسیدیم تا اینکه ما به دوره در دوران پهلوی هم همین طور بوده، یعنی در واقع علمای شیعه فقط پادشاهان رو تایید میکردند تا اینکه به دوره جدید میرسیم و دوره جمهوری اسلامی و اینجاست که ولایتی به اسم ولایت فقیه توسط آی خمینی شکل میگیره و این رأی وارد، یعنی یک نظر جدید وارد مذهب تشیع میشه که ولایتی که فقاهت داره میتونه به جانشینی در واقع ائمه ای که حکومت ازشون گرفته شده حاکم بر چیز باشن، حاکم بر یک کشور باشن که کشور ایران هست. بله. من میخوام ببینم که این تئوری ولایت فقیه به عنوان سوال ابتدایی تئوری ولایت فقیه چگونه شکل میگیره و چگونه میشه این دوتا رو با هم تلفیق کرد، یعنی اینکه ما ولایت رو تشیع میگه ولایت رو ما از یه بار تقدسی درش هست، یک جوری حالا به هر دلیلی مرتبط میکنن به اینکه این نسل نسلی است که از پیامبر اومده، یک حکمی است که از جانب خداوند اومده، اما ولی فقیه دیگه حکمش از جانب خداوند نیست، یعنی
یک نفر انتخاب میشه، یک نفر زمینی، یک نفر که هیچ ارتباطی با چیز نداره. حالا مورد تاییدم خیلی هم روی فقاهت، حالا خصوصا آقای خامنه ای روی فقاهتش هم خیلی ها شک میدارن، خیلی ها اعتراض دارن، آرای مختلفی هست. به هر حال رأی علمی هست نه رأی حکومتی. ولی آنچه که اتفاق داره میفته تو جمهوری اسلامی، ما یک نفر رو میبینیم که با همین منصب داره حکومت میکنه، حتی بر دولت هم حکومت میکنه. این چگونه با هم تلفیق پیدا میکنه و چگونه شکل گرفته این تفکر؟ ببینید، فکر سیاسی یا فلسفه سیاسی در اسلام در واقع شکل گیری اون برمیگرده به زمان خلفای راشدین. یعنی فلسفه هر حکومتی و هر نوع حکومت داری فلسفه ای هست. فلسفه حکم هم در اسلام مشخص است و نمیشه اون رو در خارج از مطالعه و بررسی سیرت پیامبر اکرم علیه السلام و گفتار ایشون و سپس خلفای راشدین خارج از این نمیشه اون رو پیدا کرد. و شکلگیری دو تا طرز تفکر اساسی، یکی این که خلافت یا حکومت رو یا سیاست حکومتداری رو یک امر آسمانی بدونی و اون رو از طرف خداوند بدونی و دخالت مردم در اون صفر باشه. این یه طرز تفکره که شیعه این راه رو رفتن. و طرز تفکر دیگه که اهل سنت و بقیه فرقه‌های دیگه بدون استثنا بر راه دیگه رفتن، اون هم این است که اداری حکومت و مسئله سیاست و حکم یک امر زمینیه، به مردم واگذار شده و مردم در نتیجه اختیار این رو دارن که چگونه انتخاب کنن، چگونه مدیریت کنن و مصالح رو در چارچوبی که مصلحت مردم محقق میشه بررسی کنن. البته اینها همه در سایه این هست که اونی که مرتبطه به تشریع هست و اون مقاصد اصلی کلی رو که قرآن و سنت تعیین کرده مراعات میشه، مسلما درش خلافی وجود نداره. این که بگیم در فکر اسلامی اساسا دو تا فکر شکل گرفت، یکی فکر معتزلی بود، دیگری فکر شیعه. فکر معتزلی که میگم هم معتزلی هست هم اهل سنت هست، بعدا معتزلی از اهل سنت مقداری تفاوتهای خاص خودشو داره. شیعه در عهد خلفای راشدین هیچ حرفی نبود، بحث وصیتی نبود، بحث امر الهی به این که چه کسی خلیفه و حاکم باشه نبود. مردمی که بعد از پیامبر علیه السلام وجود داشتن، صحابه، مثل همه انسان‌های دیگه اتوماتیک رفتن سراغ این قضیه. این قضیه رو از پیش تصور کرده بودن، از پیش براش فکرشو داشتن. یه چیز بیگانه‌ای نبود که بگیم بعد از وفات پیامبر علیه السلام ناگهان مواجه شدن با یه خلأی و این خلأ رو سرگردان بودن که چگونه پر کنن. به خاطر همین بینیم این فلسفه وجود داشته، یعنی این رو از خود عمل کرده رسول الله علیه السلام و آموزه های قرآن کریم رو و فرمایشات پیامبر اکرم رو همه رو میدونستن. 23 سال با پیامبر زندگی کرده بودن و پیامبر برای اونها عده‌ای رو انگشت نما کرده بود، معرفی کرده بود به عنوان عشره مبشره. این عشره مبشره جزء اولین کسانی هستند، جزء مهاجرین اولین هستند که در قرآن کریم مجدی رضایت خداوند از مهاجرین اولین و انصار اولین داده شده است. غیر از اینکه بعضی ها به نگاه به اینکه این مجموعه ای که پیامبر مژده بهشت میده فقط یک نگاه معنوی به اون دارن، به یک نگاه اینکه انسان های والایی هستن که پیامبر به اونها مژده بهشت داده. این درسته، ولی در واقع پیامبر اکرم علیه السلام هستی یک شورای اهل حل و عقد رو رخته. شما اگر گذری بکنید به تاریخ خلفای راشدین در این 4 دهه‌ای که هست، این 10 نفرن که اثرگذار اساسی هستند و رأی اونها، نظر اونها مطرحه. و گذشته از این، حالا من بعد معنویش رو مقداری دور میشم ازش تا بعد مادیش رو در نظر بگیریم، به عنوان یک عملکرد سیاسی از رسول الله علیه السلام. ببینید اینها از قبایل مختلفن، این 10 نفر از یک قبیله نیستن، همه از قریشن ولی از یک قبیله نیستن. قبایل مختلفی وجود داره در میانشون، از بنی زهره هست، از بنی تمیم هست، از هاشم هست، از همه اینها وجود داره. وقتی که در زمان خلافت حضرت ابوبکر این 10 نفر بالاتفاق رأیشون بر ابوبکر صدیق هست،
که حضرت علی کمی متأخر است. چرا مطرحه رأی دادن حضرت علی؟ یک بخشش نه به خاطر اینه که بگیم داماد پیامبره، بله داماد پیامبر بودن مهمه، ولی مهم اینه که جزو این ده نفره. نقطه مهم اینه که جزو اهل حل و عقده. به خاطر این با تأخیری که بعضی ها میگن 2-3 روزه، بعضی ها میگن 2-3 ماه میاد و بیعت میکنه. بقیه هر 8 نفر دیگه با ابوبکر صدیق رأی میدن و ایشون رو به عنوان خلیفه انتخاب میکنن و این قطعی میشه. بقیه مردم این رو میپذیرن و همه مردم میدونن که جایگاه این 10 نفر هم از لحاظ قبایلشون، هم از لحاظ مکانت معنویشون، هم از لحاظ تجربه همراه بودنشون با پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام و دارای تجربه طولانی بوده که پیامبر اینها رو در واقع یک آمادگی بسیار قوی از لحاظ سیاسی و اجتماعی اینها دارن. اینه که شکل گیری این موضوع خیلی آسان، خیلی راحت میرن سراغ این. بله اختلاف نظر هست، خیلی طبیعیه، قرار هست که اختلاف نظر باشه. اختلاف نظر وجود داره چون یک امر زمینیه، چی یک امر مرتبط به عقل انسان ها هست. به خاطر همین در اینجا میبینیم که اهل سنت مستقیما این رو پذیرفته، برخلاف اهل تشیع که البته اهل تشیع متأخرتر این نظریه امامت و نظریه به عنوان امامی که منصوب از طرف خداوند و وصیت بهش شده و اینا رو بعداً احداث میکنن. در اون زمان به هیچ وجه حرفی از نسب، اصلا حرفی از امامت وجود نداره، نه تنها از نسب. کلمه امام در اون عصر اصلا به عنوان حاکم مستحدث نشده، به وجود نیومده، کلمه این وجود نیومده. وقتی که میگیم کلمه وجود نداره، اینا مصطلحات سیاسی هن. اصطلاحات سیاسی مرتبط به یک بستر سیاسی و یک جریان سیاسی. کلمه خلیفه به وجود میاد، کلمه خلیفه وجود داره، هم پیامبر در فرمایشاتش به اون اشاره کرده، هم حضرت ابوبکر اشاره میکنه و در وثائقی که در دست است، یعنی سندهای تاریخی که در دست وجود داره، که مهمترین اونها نامه هایی است که حضرت ابوبکر نوشته به جاهای مختلف یا به عمال خود و استاندارهای خودش یا به جهت های مختلف دیگه، مهر این نامه ها به این هست که خلیفه رسول الله هستند. یک سوالی که بنده برام پیش میاد و شاید برای بینندگان اینه که ما توی الان شما در حتی در موضوع حکومتی که زمینی میفرمایید اشارتون به اینه که 10 نفر هستند که این 10 نفر متفاوتن با بقیه اصحابی که اون موقع تصمیم گیرنده بودن یا در واقع مردم اونجا بودن، شهروندان اونجا. این یک بار معنوی که در واقع با احادیث و با احادیث پیامبر با تاییدات رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میرسن. یه همچون نگاهی رو ما در شاید در امامان 12 گانه هم در مذهب تشیع داریم. این نگاه تا چه اندازه به هم نزدیک است و چه تفاوتهایی بینشون هست؟ یعنی اینکه شما میگید که 10 نفر هستن که این 10 نفر میتونن تعیین کننده باشن، یک فرم مقدسی دارن این 10 نفر که با بقیه متفاوتند، یا اصلا اصول انتخاب میتونه این گونه باشه که افرادی برتر از بقیه جامعه در تصمیم گرفتن برای حکومت دار شدن یک نفر برای رئیس حکومت میتونن تصمیم بگیرن؟ نه اصلا بار معنوی نداره این 10 نفر هیچ کدومشون. بس این نیست که معنبر از معاهزه معنوی هم خب سبقت در اسلام، همه معنویات خاص خودشونو دارن، ولی در موضوع سیاست اصلا به این نگاه نمیشه که اینها شخصیت های معنوی هستند. در این مثلا به این موضوع نگاه نمیشه. و این تفاوتی که بین تشیع و تسنن توی افراد خاص وجود داره. غیر این تفاوت ها زیاده. اون ایده یا نظریه امامت منصوب از طرف خداوند موضوع جدایی اصلا با این موضوع همخوانی به هیچ وجه نداره. اینه که این 10 نفری که عرض میکنم که اهل حل و عقد هستند، از این جهت هست که اولا از قبائل مختلفند، یعنی گویی این که نماینده تمام قبائلی هستن که در اون در سرزمین حجاز وجود دارن و بتون و قبائل مختلف قریش، همه اونا صاحب نظرن، صاحب رأی. این تنها این نیست، بلکه زمانی معتبر هست خلافت بعد از اینکه این 10 نفر خب یکی از کاندیداها رو انتخاب میکنن، بعد از این هست که بیعت عموم مردم مطرحه. این گونه نیست که فکر کنیم تنها این 10 نفر میان بین خودشون یکی رو انتخاب میکنن و تموم شد، بعد از اون بیعت مردمه. ولی این 10 نفر اگر این 10 نفر امتناع کردن از تایید یک نفر، بیعت مردم هم مطرح نیست،
رأی مردم مطرح نیست. یعنی اینها ابتداعا به عنوان اینکه گزینش میکنن افرادی رو معرفی میکنن و میان در جامعه مردم بیعت خواهند کرد. و اگر بیعت مردم هم نباشه شرعیت نداره. حتی در روایات مختلف هست که میگه میفرماید که الامیر و من امرتموه، اونی که شما رأی دادید، اونی که شما تعیین کردید. و اینکه بیعت آزادانه هست، یعنی رأی آزادانه هست و آزادی تمامی در این وجود داره. تمام سازوکارهایی که میشه در مورد یک خلافت یا یک حکومت مطرح کرد در نزد اهل سنت اینجا وجود داره، ولی خب سیستم هاش مختلف از سیستمی که امروزه وجود داره. سیستم تناسب با اون زمان خودشو داره، نه زمان ما امروزی. امروز یه چیزی به اسم دموکراسی وجود داره، انتخاباتی وجود داره، به شکل دیگری این انتخابات صورت میگیره، اون زمان به شکل دیگری صورت میگرفته. و سیستم ارتباط مردم در اون زمان سیستم قبایل بوده. درست اسلام میاد و برتری رو بر قبایل و نسب و حسب نمیذاره، ولی به هر حال ارتباط قبیله وجود داره، ارتباط قوی هم هست، بسیار مؤثر و تأثیرگذار هم هست. من نظرم در این هست که این رو بگم که فلسفه حکم در اسلام عبارت از این موضوع هست که اولا یک موضوع زمینیه به مردم واگذار شده، پیامبر اون رو به مردم واگذار کرده. در حدیثی که از رسول الله علیه السلام اومده که میفرماید پیامبری بعد از من نیست، انما تکونو بعدی خلفا، میگه بعد از من خلفا هستن، جانشینن اینا، نبوت نیست، نبوت تموم شده. وقتی که میفرماید نبوت تموم شده خلفا هستند، یعنی امری که مرتبط به دین هست، مرتبط به احکام حلال و حرام هست، مرتبط به مسائل اعتقادی و باور هست، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تموم شده، کسی نمیتونه به اون زیاد کنه یا از اون کم کنه. پس چه چیزی خلافت در چیه؟ خلافت در اداره جامعه هست، در مدیریت جامعه و در حکومت هست. و اینم به مردم واگذار شده. یعنی هیچ موضوع دیگری پیامبر علیه السلام غیر از مواردی که توصیات عمومی هستند، مثل اینکه حکم به عدالت، میفرماید که خیر ائمتکم، بهترین رهبران شما کسانی هستند که امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن و عدالت میورزن در بین مردم. یا در جای دیگری میفرماید وصیت به خلفای راشدین میکنه، از سیاست اونها پیروی کنید، سیاست اونها سیاستی است که پذیرفته شده است. اینا همه برمیگرده به اجتهادات بشر، اجتهادات خودشون هست و براش یک سیستمی گذاشتن. من میخوام در هفته گذاشتم گفتم در این که اصطلاحات سیاسی که در زمان خلفای راشدین بوده راهگشای فهم فلسفه سیاسی یا فلسفه حکومت در اسلام هست. ببینید وقتی که زمان حضرت ابوبکر خلیفه رو انتخاب میکنه، زمان حضرت عمر میاد، چرا نمیگن ملک؟ چرا نمیگن پادشاه مثل ایران بگن؟ چرا نمیگن امام؟ چرا اصطلاح دیگری رو به کار نمیبرن؟ این اصطلاحات رو میشناختن، اصطلاحات امام رو مثلا میشناختن و اهل تشیع بعدن کلمه امام رو به کار میبره. کلمه امام در قرآن و در سنت هر جا که اومده فقط بار معنوی داره، بار سیاسی به هیچ وجه نداره، بار نظامی هم نداره، فقط بار معنوی داره. در قرآن هم همینطوره، ائمه میاد، ائمه کفر ذکر میکنه، ائمه هدا هم ذکر میکنه. در اونجا ائمه هدا میگه، یه عده ائمه هدا هستن، یه عده ائمه کفرن، امامان و کفر ذکر شده، امامان و هدا ذکر شده. یعنی بار معنوی و اعتقادی داره، هیچ بار سیاسی نداره، واسه خلافت تا جایی که خلفای راشدین بودند و امراء مؤمنین در واقع و خلفایی که در واقع وارث دستورات رسول الله علیه السلام به عینه بودند و تبدیل نمیشه به سلطنت، حکومت یک حکومتی است که در واقع بار معنویش رو شما در خود شخصیت‌هایی مثل حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی و حضرت عثمان و حضرت علی، بار معنویش رو شما می‌بینید در این شخصیت‌ها. یعنی حکومتی که حکومت اسلامی است، علاوه بر نظارت بر امور شهروندی، بر امور نظامی، بر امور سیاسی کشور، یک نگاه معنوی فقهاتی دینی بر مسائل عموم جامعه هم دارد در حکومت اسلامی.
این حکومت اسلامی تا زمانی که خلفا بودند و کسانی بودند که در واقع از فقاهت هم قدرت و فقاهت هم داشتند، تلفیق این دوتا مشکلی رو برای جامعه ایجاد نمی کرد. اما زمانی که این فاصله می گیره از این افراد و کسانی حکومت رو به عهده می گیرند که سلطنت شکل می گیره در قوانین در حکومت اسلامی، یک فضای خالی معنوی در واقع یا اون نگاه معنویش کمرنگتر میشه در سلاطین اسلامی. اونجا اهل سنت چگونه حل میکنن این قضیه رو؟ چون ما الان تا الان من به نظر میاد که با توضیحاتی که شما فرمودید دیگه کاملا مفهوم شد برای بینندگان که امامتی به این شکلی که اهل تشیع میگه اصلا جایی برای اعراب نداره در قوانین اسلامی، هیچ جا ازش صحبت نشده، تصوری است که قرنها بعد اهل تشیع ایجاد میکنه در دستورات اسلامی. ما به این خواهیم رسید، اما من الان میخوام ببینم فقاهت چگونه، چون بعدش قراره باید به ولایت فقیه برسیم، یعنی یه تلفیقی از یک عنصری به اسم فقیه، عالم دین که در جامعه اسلامی زندگی میکنه و این افراد دستورات دین رو نظارت برش میکنند، یعنی اون بخش معنوی جامعه رو نظارت دارند که با شیوه اسلامی پیش بره، قاضی که حکم بر فقه اسلامی میده، شخصی که احکام دین رو به مردم نظارت داره که این حکومتی که بحث کار سیاسیش رو یک حاکمی که فقاهت نداره یا حالا در این تخصص نداره به عهده گرفته، این سلطان نیاز به این داره که یک پشتوانه معنوی هم داشته باشه، چون قانون اسلامی قانون دو وجهی است دیگه، هم دنیوی است هم اخروی. اینجا فقها یا علمای دین چه نقشی داشتن در حکومت‌های بعد از خلفا؟ ببینید، حتی در زمان خلفا مطرح نبوده اینکه باید حتما خلیفه فقیه باشه، به هیچ وجه این مطرح نبوده که یکی از شرایطی که خلیفه رو انتخاب میکنن اینه که فقیه باشه، و الا اگر بحث این بود حتما به دنبال این خب میگشتند که فقیه ترین رو انتخاب کنن، گرچه حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان از جمله عالمها، علمای صحابه بودند و از لحاظ اجتهادات فقهی حضرت عمر بیشترین اجتهادات فقهی رو داشتند. این نه به خاطر انتخاب ایشون، اصلا به خاطر این نیست که بگیم چون فقیه بوده انتخاب شده، و حضرت عمر هم مثل یک فقیه با مردم برخورد نکرده هرگز. بس منم این نبود که بوده، این رو راه نداده، ولی این بوده باهاشون و این کمک میکرده، یعنی فضای خالیه. فقیه بودن یک بار معنوی نیست، یک علمه. کسی میتونه فقیه باشه اما بار معنوی هم نداشته باشه، بار معنوی فقه علمه، یعنی فقه یک علمیه مثل قانون گذاری. مثل خب بین خلفای راشدین حکومتی خلفای راشدین انجام میدادن با حکومتی که مثلا عباسیان امویان انجام میدادن تفاوتی بوده دیگه؟ بردخل تفاوت بوده، اونجا یه ولی نقصی. اون تفاوت نه به خاطر این هست که اون کسی که در رأس حکومت است، در رأس سلطه هست، یک فقیه به این معنی ربطی به این نداره اصلا. در هیچ جا ما نداریم که مثلا گفته باشیم اولا اینکه فقه، اصلا فقه بار معنوی نیست، بار معنوی علمه. این علم رو هر کسی بدونه میتونه اعمالش کنه. خیلی از فقها بودن که تقوا نداشتن، در فقهای مختلفی وجود داره، امروز هم هستن. شما تصور کنید که خیلی از این آیات الله هایی که وجود دارن، اما مسئولیت عبادات مردم و عبادات درست انجام دادن مردم بوده دیگه، در اختیارشون خودشون هر کاری بودن، حالا ممکنه مشکلاتی هم داشتن، اما مسئولیت اینه که عبادات مردم به شکل بهتری انجام بشه و اشکالاتی توش نبوده برای فقها بوده یا حالا علمای دین. من نمیدونم، فقها یک وظیفه‌ای دارن، اونم این هست که اجتهاد فقهی، استنباط. اصلا کلمه فقه وقتی که تعریف فقه میکنیم، فقه اینه که استنباط احکام شرعی از ادله تفصیلی میگن. ادله تفصیلی چیه؟ قرآن و سنت و اجماع و قیاس و اینا ادله تفصیلی کلی هستن. متخصصن که علمشو خوندن، رفتن علمو خوندن که این احکام استخراجون. گرچه این تعریف هم تعریف متأخریه. این تعریفی که ما داریم از فقه میکنیم در زمان صحابه نبوده. 200 سال، 150 و تقریبا حالا 100 سال بگیم، 100 سال بعد از اون هست که این تعریف به وجود میاد. بله، به شکل ممارسه و عمل این وجود داشته. خب اینو میخوام عرض کنم که اونا صحابه در درجه بالایی از علم بودن، به احکام شرعی از پیامبر یاد گرفتن و در میان اونها شخصیت های بارزی هم بودن که
از لحاظ اجتهادات فقهی بسیار مطرح بودن، از جمله حضرت عمر که خلیفه هم از بسیار مطرحه، از اجتهادات فقهی حضرت علی بسیار مطرحه، عبدالله بن مسعود فقیه خب بارزیه. من میخوام یه دوره بیام جلوتر، چون اگه بمونیم توی همین بخش فکر نمی کنم برسیم. نه میخوام اینو جدا کنم. چگونه بعدن نبینید حکومت اسلامی، قوانین اسلامی، حکومتی که بر اساس قوانین اسلامی انجام در واقع حکم میده، قطعا یه بار معنوی جامعه رو هم براش فکر میکنه، یعنی یه متخصصین رو میذاره برای اون قضیه، برای اینکه بتونن اون بخش جامعه رو هم کنترل بکنن، یا این گونه نیست؟ ببینید فقه علم چیزی نیست که به قانون، یعنی هیچ علمی با دستور قانونی به وجود نمیاد، با دستور قانونی هم از بین نمیره. نمیشه یک حاکمی بیاد دستوری صادر کنه بگه مردم علم عالم بشید، مردم عالم نشید. فقه اینطوری، بله میتونه زمینه ها رو فراهم کنه برای نشر علوم، میتونه این کارو بکنه، و اما همیشه در زمان خلفای راشدین اهتمام داده شده به مسئله علم، اهتمام مسئله علوم مختلف داده شده، فنون مختلف داده شده، همونطوری که اهتمام داده میشده مثلا به سازوکارهای نظامی، اهتمام داده میشده به عمران و آبادانی، اهتمام داده میشده در زمان حضرت عمر شهرسازی اهمیت بسیاری پیدا میکنه، راهسازی اهمیت پیدا میکنه، توصیل یا بگیم آبرسانی بهش اهتمام داده میشه و کار میشه روی این قضیه، همه اینها اهمیت داده بهش میشه و هر چیزی که در خدمت مردمه براشون مبارک و مهم هست. تنها احکام نماز و روزه و زکات و حج و اینها نیست، بلکه همه اینها وجود داره. من میخوام این موضوع حل کنم. موضوع رو دو چیز متفاوتی که وجود داره به عنوان فلسفه حکومت در اسلام از مطالعه عملکرد خلفای راشدین گرفته میشه، چون این علم در اون زمان شروع شده، در زمان بعد از پیامبر شروع شده و نصوص دینی هم که این رو تقویت میکنه، این رو به وجود آورده. و ریشه اصلی اون این هست که در نزد اهل سنت یک امر دنیوی هست، یک امری است که به مردم واگذار شده، ولی خب اشاره های بسیار کلی و بسیار مهمی هم شده به اینکه اهمیت اینکه حاکم عادل باشه، اهمیت اینکه حق مردم رعایت بشه، اهمیت برابر بودنشون، اهمیت قضاوت عادلانه و نصوص بسیار زیادی در این باب وجود داره و اشاره هایی که رسول الله علیه الصلاه و السلام کرده به اینکه خلفا چگونه. من سوالم یه جور دیگه مطرح میکنم، آیا حکومت اسلامی، حکومتی که در واقع با همین توضیحات که شما فرمودید برای بخش معنوی جامعه، برای معنویت جامعه هم برنامه ریزی کرده، کسانی رو برای این موضوع در نظر گرفته؟ اگر بخوایم مثلا یک حکومت غیر اسلامی رو مقایسه بکنیم با حکومت اسلامی، تفاوتی از این نظر دارن با هم؟ ببینید حکومت در اسلام این هست که زمینه وظیفه اصلیش این هست، وظیفه اصلی حکومت این آزادی رو ایجاد کنه، عدالت رو ایجاد کنه، امنیت رو ایجاد کنه، مساوات رو ایجاد کنه و مسئله معاش و رفاهیت مردم، چیزی که مردم واگذاره. حفظ دین یک بخشی از این هست. یک تعریفی که از این، تعریفی که از حکومت میگن، میگن تعیین حاکم، اینو در کتاب‌های مخصوصا ماوردی آورده، ماوردی وقتی که ذکر میکنه در احکام سلطانیه ذکر میکنه، میگه تعیین حاکم واجب هست. برای چی؟ برای میگه یک برای حفظ دین، لإقامة الدين وسياسة الناس، برای اقامه دین هست و سیاست مردم، مدیریت جامعه و همچنین دین رو در جامعه برقرار. دین برای چی اومده؟ دین برای اومده که عدالت رو در جامعه بگسترانه، مردم رو به آزادی برسونه. بار معنوی مردم، این که بگیم حکومت وظیفه داره که معنویات مردم رو تقویت کنه، بل مثلا این که بگه مثلا حاکم باید فقیه باشه تا معنویات رو زیاد کنه، این گونه نیست. نه. مثلا مثال از میگم در فلسفه، نه ببینید نگاه اسلام به یک بخش معنوی جامعه قوی تر از حکومت های غیر دینی است. آخه نه، ما اگه وظیفه این هست یا نیست، ببینید ما اگه وظیفه معنوی رو، من قصدم جامعه، تلفیق حکومت و دین نیست. من نمیخوام بگم، من میگم حکومت، آیا این سوال من این است، آیا حکومت اسلامی به بخش معنوی برای ساخت مساجد، برای اینکه مردم عباداتشون درست باشه، اگر مشکلی داشتن، اگر احکام، اگر قصاص چگونه برقرار بشه، اینا براش فکر میکنه یا نه؟ بخشایی که مرتبط به کتاب و سنت هست،
بخشای دینی موضوع. من بحث حکومت رو با این توضیحات شما فرمایید کاملا مستقل هست از این بخش از یعنی مردم طبق دستورات رسول الله علیه السلام خودشون موظفند که امیری بر خودشون بگمارند. این امیر از جمله وظایفش با اختیار مردم انتخاب میشه، از جمله وظایف غیر دنیویش اینه که بخش امنیت عبادی جامعه را تامین بکنه. این موضوع در کشورهای دیگه، در کشورهایی که غیر اسلامی هستن، که این بخش وجود نداره دیگه، یعنی بخشی نیست که بگه ما برای چرا؟ عبادت هم فکر میکنیم. ببینید، یک چیز هست، دو تا جز این حقوق شهروندی میذارن عبادت ها رو. همینطوره. اما در اسلام هم همینطوره. در اسلام چربشش بیشتر نیست، یعنی نگاهت قوی دقیقتری بیشتری بهش ندارن. علما، فقها جایگاه ویژه‌ای در کنار حکام نداشتند در تاریخ اسلام؟ ببینید، حکما، علما در واقع بیشتر از هر چیز دیگری نقشی که دارن نقش جلوگیری از انحراف حکومت‌ها بوده. این گونه بوده که همیشه ما اگه تاریخ رو نگاه می‌کنیم دو دسته از مردم وجود داشتن، یه دسته ای که خواستن که حکومت رو بردارن، یکی دیگر رو جاش بذارن. حالا گروه های از این باب درست شدن. یه گروه دیگه ای که وجود دارن از علما اینه که نه، تصحیح مسار حکومت رو اگه جایی دیدن که بر اثر برخلاف مصلحت امت اسلام داره حرکت میکنه یا عمل کردش خلاف قرآن و سنت داره عمل میکنه، با وسایلی که در اختیار داشتن، در با از باب نصح یا از باب ارشاد یا از باب امر معروف و نهی از منکر، به عنوان معارض و مخالف همیشه عمل کرده خودشون انجام دادن و کار خودشون کردن. بله، جزو در شرع اسلام جزو وظیفه هر مسلمانی هست، هر جا که هست، اقامه عدل، اقامه شریعت، اقامه دین خدا وظیفه هم هست. حالا این شخص به حکومت رسیده، وظیفه اون هست. در قانون اساسی که نوشته میشه، یکی از وظایف اساسی که باید در اونجا نوشته بشه، خب این جامعه جامعه مسلمانه. مسلمان یعنی این که قرآن و سنت به عمل بشه در جامعهش. ولی اگه حکومتی اومد به عنوان اسلام، به عنوان این که حکومتی است که در جامعه اسلامی داره حاکمه و بخش دین رو نادیده گرفت، دیگه نمیتونی به اون اطلاق کنی کلمه اسلامی رو، یا بگی حکومت این حکومت اسلامه، حکومت مسلمانه. زمانی میشه این رو بهش اطلاق کرد که دقیقاً حامی کلیاتی باشه که در قرآن و سنت اومده و برای اجرا شدن اونها تلاش کنه، بسترش رو فراهم کنه. ولی به این معنی نیست که باید حکومت در سر زیر سایه فقها باشه، حتما باید کسی باشه به اسم فقیه. ببینید، ما اگر بیایم چیز رو، دین رو دو بخش کنیم، بگیم یه بخش سیاست، یه بخش فقه، در حالی که اینطوری نیست. اینه که تقدس دادن به فقه به عنوان یه علم و تقدس ندادن به سیاست به عنوان یه علم اشتباه بزرگیه. همونطوری که فقه میتونه، درست، فقه بخش عمدش در مورد عبادات و عبادات مقدسن، این درسته، ولی فقیه مقدس نیست. فقیه عالمیه که علم این رو داره. در مقابل هم سیاست هم همینطوره. یعنی الان ما اگر نگاه میکنیم در نزد اهل سنت و شیعه، در اهل سنت مسائل حکومت در کتابای فقیه اومده، در نزد اهل تشیع در کتابای الهیات اومده. در نزد اهل تشیع این رو در کتاب الهیات آوردن، چون جزء اعتقاد و جزء امور مرتبطه به غیبه، مرتبطه به آسمانه. در نزد اهل سنت مرتبطه به فقه، وظایف امام رو اونجا آوردن، یا بگم وظایف خلیفه رو، وظیفه خلیفه و امیر المؤمنین و بقیه رو در کتاب فقهی میارن. این که اگه حاکمی ظالم بود چطوریه، در کتاب فقهی اومده، چطوری باش تعامل کنیم، انتخاب چطوریه، بیعت چطوریه، همه این مسائل در کتاب فقهی میاد. پس مسئله این که حفظ دین مردم به این معنی که نه این که یک بار معنوی بگیره یه فقیه اونجا قرار بگیره، حفظ دین مردم یعنی این که شلاقی رو به دست بگیره، برگرده مردم رو بزنه، نه، از این که جلو چیزهای رو به حفظ، مخصوصا حفظ اعتقادات و باورهای عامه مردم که وسیله‌ای برای تشخیص بد و خوب رو شاید کمتر داشته باشن، جزء وظایفی است که حکومت به عهده داره، باید جلوش رو بگیره. ولی نشر علم رو و نشر فقه رو، همونطوری که علم اقتصاد یه علمیه که اسلام به اون بها میده، به فقه هم بها میده، به سیاست خود فقیه مقدس نیست، بلکه قوانینی که از قرآن و سنت گرفته اونه که احترام تقدس داره در واقع.
عبادت ها در واقع مقدس هستند، نه عاملان بر اون. حتی فقه مقدس نیست، قوانینی که از حتی فقه مقدس، اونی که مقدسه نصوص دینی هستند به اضافه اصل عباداتی که دارن. چون که فقه عبارت از چیه؟ عبارت از قرائت فقیه. فقه میاد قرآن و سنت و حدیث و اجماع و قیاس رو میخونه، از اون رو فقه استنباط حکم میگیره. اگه این مقدس بود نباید تضادی درش وجود میومد. ببینیم یک فقیه با فقیه دیگه در مسائل فقهی در اختلاف نظر هست. خیلی متشکرم. آقای رضایی ظاهرن از اصفهان پشت خط هستن. آقای رضایی بفرمایید، البته دو دقیقه اگر ممکن هست صحبتاتون رو خلاصه کنید در دو دقیقه. متشکرم، بفرمایید. سلام جناب آقای محمودی و سلام بر جناب استاد زهرابی. علیک السلام و رحمت الله. آقای زهرابی، استاد زهرابی اگر ممکن هست سریع صحبت بفرمایید که از وقت استفاده بکنیم. دو دقیقه وقت دارید شما. بله جناب آقای محمودی بفرمایید. من دقایقی صحبت رو گوش کردم. ما حسنی که فرمودید که امت با رحلت فاطمه الانبیا سردرگم نبودن، از قبل گزینه‌هایی داشتن، ذهنشون آمادگی داشت که اگر با این فقدان مواجه بشن الگوهایی داشتن. با تا بعد یکی از الگوها هم فرموده اشعره مبشره رو اشاره کردید. ما همه امت محمد باید آوریم که صدق رسول الله، و اگر پیامبر یک چیزی رو فرموده باشد صدق گفتار اوست، و پیغمبر اینها رو وعده بهش داده بود. اصلا در گفتار دو خلیفه ابوبکر و عمر بر صحت این سند هیچ چیز نیست، چون اونها در وقت مرگشون اظهار، مثلا عمر میگفت که من اگر درسیم بعد به آمرزش خودم چیز ندارم که من بهشتی باشم، و هیچ کدوم از این اشعره مبشره، حتی اون چیز اون که فاتح چیزت که فاتح ایران سعد بن ابی وقاص وقتی بهش گفتن شما جزء اشعره مبشره هستید اظهار بی اطلاعی کرد. در قصه چیز، در قصه ثقیفه، این دو خلیفه که اونجا بودن، خلیفه ابوبکر و عمر، اونجا اصلا به این مسئله استناد نکردن. یک دو اینکه خدای عالم در قرآن کریم برای استخلاف الگو قرار داده است. بسم الله الرحمن الرحیم، وعد الله الذین آمنوا عملوا الصالحات منکم لیستخلفنهم کما استخلف الذین من قبلهم. استخلاف سنت الهی بوده در امم سابق انبیاء اعظم و اوصیاشون، و اون چیزی که در اون امتها الگو بوده در این امت محمد هم باید از همون الگو بگیرد. این اصلا رعایت نشد و استخلاف سلیقه‌ای شد. امیدوارم که از حد خودم تجاوز نکرده باشم و منتظر جواب میمونم. بسیار متشکرم. بمونم یا قطع کنم استاد؟ نه قطع بفرمایید، پاسختون رو میگیرید. خیلی متشکر از تماستون. ممنون. خدا نگهدارتون. خب ایشون، من خیلی تمایل داشتم که این قسمت ولایت فقیه برسیم، ظاهرا نمیرسیم با این تایمی که الان داریم، یا ابتر میمونه بهتر میمونه برای جلسات بعد بذاریم. الان صحبت آقای رضایی این هست که بهشتی بودن اینا قطعی نبوده یا تأثیری در، من از صحبت های شما اینجور که بنده برداشت کردم بهشتی بودن یک افضلیت بوده برای این ده نفر، اما گروه بودنشون از اقوام های مختلف بودن و ایناست که تصمیم گیرنده بودن در حکومت، نه بهشتی بودنشون. پیامبر تعداد زیادی رو مجده بهشت داده، خب همین ده نفر که نبودن. خب چرا این ده نفر مطرحن؟ این ده نفر جایگاه اجتماعی و سیاسی و فکریشونه که مطرحشون کرده و پیامبر اینها رو آماده کرده برای این جریان، به خاطر همینه اینا بیشتر مطرحن. در واقع خیلی هستن از صحابه بودن که پیامبر بهشون مژده بهشت داده، و اصلا هیچ از جمله این ده نفر هم نیستن، کسای دیگری هم بودن. این به اون معنی، من همین ابتدای عرایزم عرض کردم که این ده نفر گذاشته از این که بار معنوی شخصیتشون، اینجا بار سیاسیشون مطرحه، اجتماعیشون مطرحه، جایگاهشون مطرحه، همراهی با پیامبر مطرحه که مدت طولانی شاگردی پیامبر رو کرده. پس اشکالی که آیه رضایی گرفتن بر این موضوع اصلا وارد نیست. نیست، چون اصلا ما بحثمون بحث حکومتی است و بحث استخلاف رو کردم. بحث استخلاف حالا می‌خواستم. بحث استخلاف و تمکین فی الارض که مطرح هست در اینجا. اولا این که میگه این سنت رو نرفتند، ببینید در میان امت‌های قبلی اونا جانشینی اینطوری نبوده که بهشون میگه وصی بوده و نمیدونم چی بوده، بلکه خلافتی که در اونجا وجود داره، مثلا به عنوان نمونه عرض می خداوند در قرآن کریم به داوود میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض. اینو دو حالت بیشتر نداره، یا خلیفه خداست یا خلیفه پیامبر قبلیه. اگه خلیفه پیامبر قبلی این نبوته،
در اونها نبوت بوده، خلافت یعنی به معنی این نبوده که چیز هست، یعنی خلافت زمینی هست، بلکه نبوت مطرح بوده، یعنی نبوت از پیامبر قبلی که ملک و پادشاه بود و اینش انجام داد. حتی پیامبر در حدیث میفرماید در میان امتهای قبلی نبوت به اونی که مدیرشون بوده، اونی که حاکم بوده، خود پیامبران بودن، حکومت میکردن. پیامبر میفرماید ولی بعد از من نبوتی نیست، اینما هم خلفا. پاسخ شما هم فکر کنم پاسخ رو دادید کاملا چیز هست. من یک برای تکمیله موضوع، آیا استخلافی که ایشون بهش اشاره کردند به غیر انبیا هم داده شده؟ نه، این استخلافی که وجود داره اینجا، این آیه مقصود آیه که ایشون کرده بله. گفتند غیر از آیه که من در مورد داوود گفتم. آیه که ایشون گفتن. بله. آیه که ایشون گفتن این آیه در مورد این هست، ما بعد از اقوام که میفرماید ما شما رو استخلاف میکنیم در زمین همونطوری گذشتگان رو هم تمکین دادیم. ما تمکین میدیم در زمین، تمکین در زمین یعنی قدرت یافتن، یعنی از زیر از استضعاف بیرون اومدن. ملت هایی بودند که خدا در قرآن که میفرماید شما اگر اقامه نماز کنید، زکات رو بدید، امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید، حتما تمکین در زمین پیدا خواهید کرد. این در مورد این هست که چطوری مردم از ضعف بیرون بیان، بنی اسرائیل چطوری از ظلم فرعون بیرون بیاد. بس این تمکین در زمین، این قدرت یافتن در زمین، و مقصود یک نفر نیست که خلیفه بشه، مقصود کل ملت ها و امت ها هست و مقصود خود یک امت هست. ما اگر راه و روش صحیح رو بگیریم، الان چرا الان امت اسلام چرا ضعیف است؟ علت اصلی است که دور شده از تعالیم اسلام، و اگر بخوایم تعالیم اسلام رو عمل کنیم، خدا به ما هم قدرت خواهد داد و تمکین در زمین رو خواهد داد. معنی و مفهوم این آیه این هست، نه اینکه نوع حکومت داری و اینکه بله باید خلیفه ای باشه، باید اون رو باید تعیین کنه، این خلیفه پیامبر باید تعیین کنه. پیامبر این رو تعیین نکرده. پس اصلا استفاده این، در واقع استفاده ای که آیه رضایی از این جمله، از این استخلاف کردن، هیچ ربطی نداره. این یه اصطلاح هست که این اصطلاح رو ایشون اشتباه متوجه شدن و به هیچ وجه نمیشه به هیچ وجه نمیشه به این ارتباط ائمه 12 گانه ای که اهل تشیع میگن از این نمیشه استنباط. اصلا اونا خودشون به خودشون نگفتن خلیفه، حالا دیگه ایشون داره بهش اصطلاح میکنه. خودشون هم این رو نگفتن، نه به خودشون امام گفتن، نه به خودشون خلیفه گفتن، نه به خودشون هیچ چیز رو اطلاق نکردن، مگر زمانی که در زمان خلافت حضرت علی و خلافت حضرت حسن که بعد از بیعت مردم به عنوان خلیفه شناخته شدن. و الا قبل از اون خودشون هم نمیدونستن. و این پشتوانه زمینی داشتن. دقیقاً انتخاب مردم، حضرت علی خودش در نهج البلاغه به مرارن این چیز میکنه، میگه و اعتراف میکنه و تصدیق میکنه و تأکید میکنه که من با بیعت مردم خلیفه شدم، با بیعت مردم اومدم حکومت رو گرفتم. و حضرت حسن هم با بیعت مردم هست که خلیفه میشه. بعد از بیعت هم هست، خب تنازل میده بعد یه مدت. در ادامه مبحثی که فرمودید، تفاوت نگاهی که الان من به این رسیدیم، تفاوت نگاهی که اهل تشیع به فقاهت دارند، چون بعد از اینکه همونطور که دکتر زیبا کلام تو جلسه قبل هم گفتن، بعد از اینکه قضیه در واقع غیبت امام میاد پیش و حکومتی که غیر امام نمیتونه به عهده بگیره با غیبت امام کاملا منتفی میشه، حکومت اسلامی در واقع، یک قشری در این جامعه که امروزه ولایت فقیه در واقع به بستر این چیز کردن، اینه که حکومت صفوی و حکومت قاجار و حکومت پهلوی و به همین ترتیب پشتوانه سلاطین فقهایی بودند که اینا خودشون رو مقدس میدونستن، برخلاف رأیی که در واقع اهل سنت دارن، هم در توضیحات جناب عالی هم بود که اهل سنت به هیچ وجه هیچ فقیهی رو مقدس نمیشماره، آیات و نصوص الهی است که مقدس هست و فقها متخصصینند که بر اساس علمشون، بر اساس درسی که خوندن، میتونن از این احکام بگیرن و مردم رو راهنمایی بکنن که در عبادات و عادات و معاملاتشون چگونه به شکل قوانین اسلامی رو رعایت بکنند. این اتفاق در جامعه تشیع بعد از اینکه چیز از بین میره، تبدیل میشن به فقها، تبدیل میشن به انسانهای مقدس، چون دیگه امامی وجود نداره و به همین خاطر هست که صفویان از فقها در واقع حکومت خودشون رو تأیید میگیرند، قاجار همینطور.
تا چه اندازه؟ من دقیق متوجه شدم این موضوع رو نمیدونم، حالا بر اساس بر. حالا این موضوع یک جایی این دوتا تلفیق میشن با هم، یعنی یک جایی تئوری توسط آقای خمینی ارائه میشه به اسم ولایت فقیه، یعنی ولایتی که کاملا دیگه هیچ راهی امکان ارائهش نیست بعد از غیبت امام زمان با توجه به نصوص تشیع، ولایتی که دیگه امکان بازگشتش نیست، با فقیهی که مقدس شمرده شده در برهه‌ای از تاریخ با هم تلفیق میشن و یک حکم صادر میشه، یک گروه ایجاد میشن، یک فقیهی که حالا میتونه رهبر باشه، ولی فقیه باشه که حالا به مطلقه هم رسیده. ولی متاسفانه وقتمون به پایان رسید. این قول رو بینندگان عزیز میدیم و از شما استعدا دارم که در جلسه بعد هم حضور داشته باشیم، بپردازیم به اینکه این تلفیق ولایت و فقاهت چگونه شکل گرفت و چه امتیازهایی داشت، چه ضررهایی داشت و چه اتفاقایی که امروزه در جامعه ایران داره میفته ناشی از همین تلفیق است. امیدوارم که بتونیم در جلسه بعد حالا یا دکتر زیبا کلام یا یکی از عزیزانی که از رأی التشیع رو هم ارائه بفرمایند با ما به ما ملحق بشن، در این میزگرد وجود داشتن که بتونیم در واقع هر دو رو داشته باشیم، هر دو رأی داشته باشیم که ظلمی به هیچ کدوم از این در واقع آرا نباشه و به حقانیت نزدیکتر باشه مبحث در واقع میزگرد منشورمون. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که با ما همراه بودید. باز هم عذر میخوام از اینکه با تأخیر شروع شد برنامه، عذر میخوام از اینکه میان برنامه‌مون مشکل فنی داشت و نتونستیم در واقع گذری بر جلسه قبل رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله که در هفته آینده کمتر خواهد بود این مشکلات فنی انشالله، و قول رو میدیم که به بهترین شکل ارائه بکنیم. نظراتون رو برامون بفرستید و اگر که در همین مورد مسئله، در همین مورد برنامه هم نظر دارید، شماره‌ای که واتساپ، شماره واتساپی که زیرنویس شد در طول برنامه، شماره‌ای است که میتونید از اون طریق با ما در ارتباط باشید. باز هم از آرزوی، امیدواریم که برای دکتر زیبا کلام که نتونستن در برنامه امروز حضور پیدا بکنند مشکلی پیش نیومده باشه و سالم و سرحال باشند و ناشی از مشغله باشه که نتونستند با ما حضور داشته باشن، وگرنه ایشون بدقول نبودن هرگز، هر بار که قولی بر حضور دادند حاضر بودند و مشارکت داشتند. روز شب شما بخیر، خدا یار نگهدارتون.